چرا عاقلان را نصیحت کنیم، بیایید از عشق صحبت کنیم. می گفت شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید، مگر مساحت رنج مرا حساب کنید. لابد برای همین بود که آنقدر زود پر کشید. اردیبهشت ماه عاشقان است و سال روز میلاد قیصر امینپور که یک روز سرود و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می شود. عشق از دور دل ما دور باد، می توان آیا به دل دستور داد. او تنها 48 سال عمر کرد و با این وجود نه تنها در ادبیات ایران سهم بزرگی نصیب خود کرد که موسیقی ایران نیز از اشعارش بهره ها برد. قیصر امینپور موسیقی شعر را می شناخت و تناسب میان موسیقی و مضمون شعرهایش تصاویری بدیع و بکر آفریده است. قیصر شاعری گزیده‌گو بود. مجموع اشعارش به 1000 بیت هم نمی رسد و همین گزیده‌گویی را در کارنامه 8 ساله ترانه سرایی او نیز می بینیم. ترانه های قیصر با همین شماره اندک اثرگذاری بسیار داشتند. بیشتر این ترانه ها را علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی خواندند. اما هنرمندان بسیاری هم خصوصا پس از درگذشت قیصر سراغ اشعار و غزلهایش رفتند. شاید یکی از دلایل اقبال به آثار او این است که تناسب موضوع و موسیقی در کارهای او به حد کمال است. گویی او اوزان شعرهایش را انتخاب نمی کرد، بلکه شعر در ذهن او با وزن متناسب خود شکفته می شد. در این ویدیو نگاهی کوتاه به برخی از اشعار او داریم که دستمایه کار آهنگسازان شده است. ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده‌های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در آیید. ای روز آفتابی، ای مثل چشمهای خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن. این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ شاید یکی از مهمترین آثاری که در آن از اشعار قیصر استفاده شده آلبوم نیلوفرانه باشد. این آلبوم به آهنگسازی عباس خوشدل با تکنوازی جلال ذوالفنون و خوانندگی علیرضا افتخاری یکی از موفق‌ترین آلبوم‌های موسیقی سنتی ایران است که تمامی اشعار آن از قیصر امینپور بود. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن. نیلوفرانه یک که به گفته خواننده و عوامل در مورد حضرت ولی عصر ساخته شده، همچنان یکی از پرفروشترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی ایران است. به طوری که عباس خوشدل در گفتگویی در این باره بیان داشت، تیراژ آن از مرز 15 میلیون نسخه گذشته و به قول مدیر تولید این آلبوم از هر 4 جوان ایرانی یک نفر این آلبوم را می‌شناسد. بعضی از هنرمندان مجموعه گفتن آقا این شعر خوب نیست. اونم از سر نیک نفسی و خیرخواهی برای من گفتن اما کسی رو نمیخره. بالاخره مضمون جذاب عاشقانه در این مجموعه هیچ کدومش نیست. اینطور خودتو ورشکست میکنی. در آغازم هیچ استقبالی نشد. یادم میاد که من مجموعه و محموله اولی که فرستادم در بسیاری از شهرستان ها مرجو شد، ولی یک سال گذشت دیدیم مثلا فضای داره همطوری به ما زنگ میزنن و من شب از خدمت شما درخواست این اثر را دارن و نه من نه جناب افتخاری نه جناب شعبازیان نه جناب خوشدل هیچ کدام همچی باوری نداشتیم که این کار این قبول عامو پیدا کنه. استفاده از این آلبوم در فیلم لیلای مهرجویی هم بر عمومی شدن آن افزود.
نیلوفرانه در این سالها چندین بار توسط ارکستر ملی اجرا شد که نخستین بار آن در سال 1395 بود. افتخاری بعدها این آلبوم را بهترین اثر عمرش بیان کرد و گفت: من در تنهایی خیش ترانه های آن را با خود زمزمه می کنم. همچنین در آلبوم نیلوفرانه 2 که در سال 1378 تولید شد، آثاری چون ای عاشقان، تشنه طوفان، از اوج آسمان ها، آه سحری و انتظار دل از این شاعر استفاده شد. شاید همین تجربه موفق بود که سبب شد عباس خوشدل بار دیگر در آلبوم شبان عاشق از اشعار او چون عطر گیسو، جام نگاه، دعای دل و شبان عاشق بهره بگیرد و افتخاری بخواند: وای از دل دیوانه زین دشمن هم خانه هم سایه و بیگانه ویران تر از ویرانه زین پس درون خانه یا جای دل یا جای من ای وای دل ای وای دل ای وای من ای وای من. علیرضا افتخاری نیز در آلبوم تنها تو میمانی به آهنگسازی امیر رحیمی آذر و علی خشتی نژاد از اشعار او چون خستم از این کویر و تنها تو میمانی بهره برد. حسام الدین سراج یکی از دوستان نزدیک قیصر بود. تقعید، تصنع، تکلف درش نیست، یعنی کلمات خیلی راحت کنار هم میشینن و کلمات از جنس کلماتی که ما امروز به کار میبریم، یعنی زیباییش به نوعی سهل و ممتنعه، به نظر خیلی ساده میاد، ولی وقتی که واردش میشی میخوای یه بیت مثل قیصر بگی میبینی نمیتونی. خیلی از جوانها و کسانی که به دنبال شعر بودن کم کم قیصر شد براشون به عنوان یک الگو. در زمان حیاتش که شاگردان زیادی داشت و باشون کار میکرد و بعد از فوتش هم آثارش سرمشق و الگوی خیلی از جوانهایی شد که طالب شعرن و علاقمند و عاشق شعرن. این خواننده در آلبوم ودا نینامه را بر اساس اشعار او خواند. حسام الدین سراج چند قطعه موفق دیگر را هم با اشعار قیصر امینپور اجرا کرده که درباره‌اش می‌گوید: شعرهای او و به خصوص نینامه‌اش مضمون و بیان تأثیرگذاری داشته و چند لایه است. قیصر از آن دست شاعرانی است که هنوز به خوبی او را نشناخته ایم و نسل‌های بعد پی به قوت شعر او می‌برند. حسام الدین سراج در گریه بی بهانه نیست که ضبطش همزمان با مرگ قیصر بود از سه شعر او بهره برد که از جمله آن لاله پرپر است که فضایی از صلح و جنگ دارد. بیای دل بیای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم. بوی ماه مهر شاید یکی از خاطر انگیزترین اشعار قیصر باشد که ناصر چشم‌آذر آن را آهنگسازی کرد. آهنگساز اجرای این اثر را به تعدادی از کودکان سپرد. یکی از متأخرترین شعرهای قیصر که به زبان موسیقی در آمده من از عهد آدم تو را دوست دارم است که مهیار علیزاده و علیرضا قربانی در آلبوم دخت پریوار از آن استفاده کردند. سینا سرلک در آلبوم راز پرواز 6 شعر از آثار قیصر را برای اجرا برگزید. آلبوم آبروی آب با آهنگسازی شاهین شهبازی و صدای بامداد فلاحتی نیز بر اساس اشعار او ساخته شده است. در این آلبوم عناوین همه آهنگ ها از جمله نشانی، آبروی آب، غزل شرقی، عاشقی را رعایت کنیم، معنی جمال، دستور زبان عشق، اگر دل دلیل است و عهد آدم برگرفته از اشعار و غزل های قیصر امینپور است.
تک آهنگ لبخند صبح با صدای محمد معتمدی و آهنگسازی هادی آرزم از دیگر اجراهای اشعار امینپور است که به صورت تصنیف ارکسترال در دستگاه ماهور ساخته شده است. با هر نسیم دست تکان میدهد گلی، هر نامه ای ز نام تو دارد نشانه ها، هر کس زبان ها به خودش را ترانه گفت. این تنها اهالی موسیقی سنتی نیستند که از اشعار او بهره بردند. ترانه آهنگ سربلند از آلبوم دوستت دارم با صدای زنده نام ناصر عبداللهی، با مثل سراب ها اگر زرد و پج مرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم از اشعار قیصر است. دلی سربلند و سری سربزیر، از این دست عمری به سر برده ایم. سراب ها اگر زرد و پج مرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. محمد اصفهانی نیز در آلبوم‌های حسرت، فاصله، نون و دلغک، تنها ماندم، برکت و گلچین در زمان حیات قیصر به اجرای ترانه‌های او پرداخت. رضا یزدانی نیز در آلبوم خاطرات مبهم با آهنگسازی کارن همایونفر از یکی از اشعار او بهره برد. هزار کار نکرده، هزار کاش و اگر، هزار بار نبوده، هزار حرف نگفته، هزار بار همیشه، هزار بار هنوز، هزار بار نبرده، هزار راه نرفته. مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم. عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم. باشد برای روز مبادا. اما در صفحه‌های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست.